هفدهمین روز آذر ماه برابر با 10 دسامبر سال 1209 خورشیدی برابر با 1830 میلادی، زادروز امیلی دیکنسون، بانوی شاعر آمریکایی که در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد و در ابتدا در زادگاهش و سپس در یک کالج به تحصیل پرداخت، اما به سبب آنکه عمیقا از تعلیم و تربیتی چنان خشک و خشونت آمیز رنج می برد، دنبال تحصیل را رها کرد و در خانه به وسیله معلم خصوصی و مطالعات شخصی بر وسعت معلومات خود افزود. دیکنسون در اواسط عمر به دنبال آشنایی با برخی نویسندگان معروف آمریکا به ادبیات علاقمند شد و با الهام از آثار آنان اشعار فراوانی سرود. سالهای پایانی عمر امیلی دیکنسون به انزوا و گوشه‌گیری در زادگاهش گذشت. سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، در گذشت ماکس پلانک، دانشمند و فیزیکدان آلمانی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به سمت استادی دانشگاه مونیخ دست یافت و به تحقیقات متعددی در زمینه انرژی پرداخت و در زمانی که دانشمندان تصور می‌کردند که انرژی به طور اتصالی جریان دارد، ماکس پلانک به جامعه فیزیک برلین اظهار داشت که انرژی به صورت انفصالی است که آن را دامنه انرژی یا کوانتای انرژی می‌گویند. این یافته علمی با اصول و قوانینی که تا آن روز دانسته شده بود وفق نمی‌کرد و طبعاً مخالفانی برای پلانک به وجود آورد، ولی این مخالفت‌ها بیش از 5 سال طول نکشید، زیرا تئوری اینشتین که متکی بر تئوری کوانتا بیان شد، ارزش واقعی و حقیقی تئوری پلانک را معلوم نمود. ماکس پلانک به سبب ارائه نظریه کوانتا جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد. در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد. پس از چندی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که این حقوق همه جا و برای همه ملت‌ها مطرح گردیده و قابل اجرا شود. در ادامه کمیسیون حقوق بشر شروع به کار کرد و پس از مدتی مطالعه و بررسی در قوانین اساسی کشورها و بحث و گفتگو در کمیسیون‌های مختلف، نتیجه مطالعات خود را به صورت لایحه‌ای به مجمع عمومی تقدیم کرد. مجمع مزبور هم با 48 رأی مثبت و 8 رأی ممتنع اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این روز را به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری نمود. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده می باشد و در ماده اول آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برابری در میان آنها از طریق حضور مفاد این اعلامیه در قوانین اساسی این کشورها اشاره شد.